سیدروف در اینستاگرام خود مسلمان شدنش را تایید کرد، اما اعلام کرد که نامش را عوض نکرده. او در پیامی اینستاگرامی دلیل مسلمان شدنش را همسر ایرانیش صوفیا یا همون سپیده اعلام کرده. روز گذشته رسانه ها مدعی شدند که سیدروف اسطوره هلندی فوتبال و ستاره پیشین تیم های رئال مادرید و میلان مسلمان شده. او که گفته میشد نامش را به یونس تغییر داده، در پیام اینستاگرامی توضیحاتی درباره مسلمان شدنش ارائه و آن را تایید کرد. با این حال سیدروف اعلام کرد که نامش را تغییر نداده و با همان اسمی که خانواده‌اش برایش گذاشته بودند به زندگی ادامه می‌دهد. سیدروف با ابراز خوشحالی و تشکر از همه کسانی که مسلمان شدنش را تبریک گفتند، عامل اصلی تصمیمش را صوفیا همسر ایرانیش معرفی کرد که اسلام را به او آموخته. خانم صوفیا مکرمتی در دهه 1360 متولد شده. او در سال 1397 در زمستان با بازیکن اسطوره فوتبال هلندی وارد زندگی مشترک میشه. قابل توجهه که صوفیا قبلا ازدواج ناموفق داشته که حاصل این ازدواج دو فرزند پسر میباشد. خانواده او سالهای پیش به کشور ایتالیا مهاجرت کردند. او در یکی از معتبرترین برندهای جواهر جهان مشغول فعالیته و همچنین به عنوان مدیر برنامه‌های سیدروف فعالیت داره که ماجرای آشنایی و ازدواج این دو صورت میگیره. این زوج در حال حاضر در دبی سکونت داره و در زمینه برند جواهرات خاص فعالیت میکنه که این برند در سال 1311 در ایتالیا فعالیت خودش رو آغاز کرده و اکنون به عنوان معتبرترین برند جواهرات میباشد. جالبه که بدونید سیدروف به سبب ازدواج با یک خانم ایرانی کاملا به زبان فارسی تسلط داره و به خوبی میتونه صحبت کنه. او همچنین به عنوان مهمان در برنامه زنده یورو 2020 صحبت کرده و با عبارت سلام ایران مورد توجه کاربران و تماشاگران قرار گرفت. سیدروف سابقه حضور در تیم‌های آژاکس، سمپدوریا، رئال مادرید، اینتر میلان، میلان و بوتافوگو را در کارنامه داره. شوت‌های سرکش و پاس‌های دقیق از مهارت‌های منحصر به فرد این بازیکن بود که حتی در پایان دوران فوتبال خود این توانایی‌ها را حفظ کرد. او از جمله بازیکنانی بود که در طول دوران بازیگری کم افت و خیز ظاهر شد و از ثبات کیفی بالایی برخوردار بود. او بازیکن کم حاشیه و با اخلاق به حساب می‌آمد که معمولاً برای مربیان خود مهره کارگشایی محسوب می‌شد. سیدروف که همسری ایرانی و مسلمان داره، روز گذشته در دبی امارات به دین مبین اسلام گرمید و این مسئله باعث شد تا این اسطوره باشگاه میلان و رئال مادرید به سرعت سوژه یک رسانه ها بشه. به جز بازتاب گسترده این خبر در رسانه های ایران، این مسئله در رسانه های بین المللی هم سر و صدای زیادی به پا کرد و بسیاری از رسانه ها با اعلام خبر تغییر نام سیدروف به یونس نسبت به این خبر مهم واکنش نشون دادند. البته سیدروف تغییر نام خودش رو تکذیب کرد و گفت که همچنان با نام کلارنس به زندگی خودش ادامه میده. صوفیا همسر ایرانی سیدروف نیز در واکنش به این اقدام برای او چنین نوشته: باعث افتخار و سربلندی من است که بخشی از این اتفاق و لحظه خاص و زیبا باشم که در آن عشق زندگی به جمع مسلمانان جهان میپیوندد. عزیزم خوش آمدی و امیدوارم و آرزو میکنم که همچنان موفق باشی، بدرخشی و الهام بخش جهان باشی. برای دیدن اخبار بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره.